این هفته تلاقی فناوری با فوتبال، ربات دروازه‌بان، ربات توپزن و ضایع شدن فوتبالی. آیا میشه با استفاده از سیلیکون به طور مصنوعی هوش تولید کرد؟ یا اینکه تنها راه تداوم چنین فرایندی برای همیشه مواد ارگانیک جاندار مانند مغز انسان خواهد بود؟ این سوالیه که اغلب توی کلیک بررسی میکنیم. پژوهشگران هوش مصنوعی اصرار دارند که هوش سیلیکونی ثابت کرده که رقیب جاندارش رو میتونه از میدون به در کنه، اما من برای اونا فقط یه حرف دارم. پل هشت با. چون در جام جهانی 2010 این جانور عجوبه این ایده رو قاطعانه مغلوب کرد. مغز ارگانیک پل نتایج 8 بازی پشت سر هم جام جهانی رو به درستی پیش بینی کرد که موقعیت خارق العاده ای بود و برای شهرت جهانی برمغان آورد و وجهی که هیچ نوع هوش مصنوعی امید پیروزی بر اون رو نداره. متاسفانه هنگامی که چند ماه بعد پل مرد، یکی از مشکلات هوش ارگانیک رو هم نشون داد. اون با مرگش استعداد پیشگوییش رو هم به خاک سپرد و برای ما فقط خاطره قریحه فوق‌العاده‌اش باقی موند. اما حالا که جام جهانی 2018 در جریانه، دیگه لازم نیست که هشت پا باشید تا بتونید پیش بینی کنید که تب داغ فوتبال همه دنیا رو در بر میگیره. در حالی که ملل دنیا کاروبار رو تعطیل کردن، دارن فوتبال نگاه میکنن و هنوز هم هیچ هشت پای دیگه ای ظهور نکرده، ما به نظرمون رسید ممکنه بد نباشه نگاهی بندازیم به فناوری های پشت صحنه این بازی زیبا. با هر دوره مسابقات جام جهانی از یک توپی رو نمایی میشه، یک توپ ویژه. آدم فکر میکنه خب امسال هم ظاهرش یه مقدار دستکاری کردن و رنگ و لعاب بهش دادن، اما واقعیت اینه که در پشت هر توپ و ساختش کلی فناوری نهفته است. ما کت هاکینز رو فرستادیم تا از توپ امسال سر در بیاره. توپ جدید آدیداس تلستار 18. میخواستم بدونم برای طراحی این چه کارهایی میشه. برای همین منظور به دانشگاه لافبارو اومدم. طراحی امسال نمونه تغییر یافته جدیدی از توپ نمادین آدیداس برای جام جهانی 1970 به نام تلستار. اگه فکر کردین هدف از این طراحی فقط زیباییه، بهتره تو فکرتون تجدید نظر کنید. دانشگاه لافبارو 20 ساله که برای آدیداس کار پژوهشی انجام میده. تجهیزات آزمایشی دقیق اونا یافته‌های جدیدی درباره نحوه حرکت و واکنش توپ در موقعیت‌های مختلف ارائه می‌کنه. قبل از هر چیز این گروه از یه پای رباتیک استفاده می‌کنه تا شوت‌های بازیکن‌ها رو به دفعات زیاد و با سرعت و توان متفاوت شبیه‌سازی کنه. ما اینجا به حالتی بین سیال بودن و انعطاف پذیری بازیکن انسان و قابلیت تکرار ماشین رسیدیم. باید از ربات استفاده کنیم، چون حتی بهترین بازیکن دنیا هم نمیتونه یه ضربه رو دوبار بزنه. یعنی اگه بخوایم بفهمیم که توپ در برابر ضربه خاصی چطور واکنش نشون میده، باید از ربات استفاده کنیم. فعلا من موندم که چرا پای ربات جلوی توپ قرار گرفته. هی خیلی سریه. از نظر ما هدف اینه که بفهمیم ارتباط پای ربات با توپ چطوره، چطور توپ تغییر شکل میده، انرژی رو چطوری ذخیره میکنه، چطور اون انرژی رو بازیابی میکنه و این چه تأثیری روی سرعت و میزان چرخش توپ در هوا داره. توپی که الان روی پای ربات دیدیم باید از نظر بازیکن‌ها هم قابل قبول باشه. درک و تشخیص جزئیات تمام کارهایی که یه بازیکن هنگام ضربه زدن به توپ انجام میده، داده‌های اولیه‌ای رو که برای کنترل پای توپ شوت کن لازم داریم به ما میده و این واقعا مهمه. اینجا محیطی برای ضبط حرکت داریم، جایی که میتونیم شوت یه بازیکن واقعی رو با تمام جزئیاتی که لازم داریم ضبط کنیم. علاوه بر پاهای روبوتیک و فناوری ضبط حرکت، این گروه بر روی شبیه‌سازی رایانه‌ای توپ فوتبال هم کار می‌کنه تا قبل از اینکه توپ اصلاً ساخته شده باشه بفهمیم که اون توپ چه واکنشی خواهد داشت. ما جنبه‌های مشخصی از توپ رو شبیه‌سازی می‌کنیم. در این مورد خاص جنبه‌های مکانیکی توپ رو مورد توجه قرار می‌دیم. مانند نحوه تغییر شکل توپ در اثر ضربه‌های مختلف و اصابت به سطوح متفاوت.
ممکنه روزی شبیه سازی پرواز توپ هم امکان پذیر بشه، اما فعلا کاری که میکنیم مطالعه اون توی تونل باده و انجام آزمایشات و مطالعات آیرودینامیکی بر روی نمونه های واقعی توپ. بذار اول نمونه ای از مقیاسی رو که در این تونل باد به کار میره نشونتون بدم. اگه بیای بیرون اندازه کار دستت میاد. این ورودی هواست. بعدش هوا از طریق این کانال بیرون داده میشه تا هوا رو با اون سرعتی که یه بازیکن توپ رو شوت میزنه به حرکت در بیاره. واو! انتظار چنین چیزی رو نداشتم. دو دروازه‌بان که با تلستار 18 بازی‌های دوستانه انجام دادن در مورد طراحیش گله داشتن. دیوید دوگیا از اسپانیا گفت که توپ عجیب بود و هم تیمیش پپرینا هم درخواست تعویض توپ رو داشت. این سوال هم مطرح شد که آیا جام جهانی زمان مناسبی برای تمرکز روی تغییرات فناوریه یا نه، چون بازیکنان در این ایام میخوان در بهترین حالتشون بازی کنن. اینکه هواداران فوتبال هم نظری خواهند داشت یا نه در طی بازی‌ها مشخص میشه. چیزی که هیچ وقت برای من عادی نمیشه مقدار حساسیت مردمه. میدونین که جام جهانی تورنمنت بزرگیه و باعث غلیان احساسات و عواطف میشه، از حمله قلبی گرفته تا شادی و هر چیزی در این بین. اما علاقه ما به خود بازیه و بازی زمان این کار آمده که متعادل و مسابقه منصفانه باشه و همه بازیکنان روی زمین فرصت درخشیدن داشته باشن. پس انگیزه ما برای طراحی این همه تجهیزاتی که آزمایش کردیم دادن فرصت برابر به همه کاربرای مختلف توپه و اطمینان از اینکه نیازهای اونا در نظر گرفته شده. این از توپ. اما مسئله که فقط توپ و شوت نیست، فناوری و داده ها دارن روز به روز بیشتر روی ورزش ها تأثیر میگذارند. فیفا معمولا در استفاده از فناوری های نو محافظه کار و وسواسی، اما این بار برای اولین بار دو تا تبلت رو به هر تیم داده تا اینجوری بتونن به داده ها و تجزیه و تحلیل بازی ها دسترسی داشته باشند. اما آیا معناش اینه که تحلیلگران داده بازیکنان اصلی هستند؟ در بازی های امسال جام جهانی روسیه داده ها در مقایسه با پیش از این نقش مهمتری دارند. برای اولین بار فیفا یک بسته جامعه ارائه کرده که به کادر مربیگری و تحلیلگرها امکان میده در حین بازی به طور زنده با هم ارتباط داشته باشند. این سامانه که نامش سامانه ردگیری الکترونیکی عملکرد یا به اختصار EPTS هست، داده هایی درباره عملکرد بازیکنان ارائه میکنه، مانند مسافت دویده شده، سرعت و اطلاعات مربوط به موقعیتش در زمین. اساساً به هر کدوم از 32 کشور شرکت کننده در جام جهانی دو دستگاه تبلت دادن، یکی برای تحلیل داده ها در رخکن تیم که میتونه با کاربر اون یکی تبلت روی نیمکت ذخیره ها که احتمالاً سرمربی یا دستیارانشه مرتبط بشه. ما از یک سامانه رهگیری نوری استفاده میکنیم و در همه جای استادیوم هم دوربین های رهگیری نوری نصب کرده ایم. در هر لحظه از مسابقه میدونیم که توپ با هر کدوم از بازیکن‌ها کجا. اعداد مختلفی در اختیار تحلیلگرا میذاریم، ولی اینکه چطور از اونا استفاده میکنن به خودشون مربوطه. فیفا امیدواره با توجه به تفاوت امکانات فناوری موجود در کشورهای مختلف، این فناوری پلی باشه برای از بین بردن یا کاهش اختلاف سطح فناوری داده کشورهای دارا و ندار. همین الان تیم‌های زیادی از فناوری داده‌ها استفاده می‌کنن و انتظار داریم تعداد زیادی از تیم‌هایی که به روسیه میان سامانه‌های خودشون هم بیارن. اما قصد داریم سامانه واحدی رو در همه تیم‌ها به کار بگیریم یا حداقل بهشون پیشنهاد بدیم. در سامانه فیفا تحلیلگران تیم به یک اپ تاکتیکی دسترسی دارن که بهشون امکان میده روی فیلم زنده بازی طرح‌ها و نمودارهاشون رو هم بندازن. نقش تحلیلگر داده ها صرفاً کمک به تصمیمات سرمربیه. فکر میکنم چند مورد کلیدی هست که میشه در داده ها سراغش رو گرفت. اما فوتبال همیشه همون 22 بازیکنی هستند که روی زمینن و تصمیم ها رو هم همیشه سرمربی خواهد گرفت. نهایتاً هدف واقعی از فناوری کمک به تصمیم گیریه. احتمالاً شما فوتبال دوست داری. من فوتبال دوست دارم. اما دست آخر نقش آفرینان اصلی اون 22 بازیکن و داورن. اونا بازیگرای اصلی هن. 90 دقیقه. شاید پنالتی هم داشته باشیم. شاید آلمان در برابر انگلیس بازی کنه. هیجان کار اینجاست. فکر میکنم که فناوری فقط کمک بیشتری میکنه و روندها رو بهبود میبخشه. اطلاعات رو بهینه کرده یا اطلاعات بیشتری میده. هدف وجودی فناوری اینه.
یک محقق امنیتی کشف کرده که گریم صورت به سبک دلغک جاگالو میتونه برخی از سیستم‌های تشخیص چهره رو فریب بده. جاگالوها طرفداران گروه هیپ هاپ اینسین کلاون پاسی هستند. کامپیوتر هزاران نفر از بازیکنان گیم فورتنایت بعد از اینکه نرم افزاری رو برای تقلب و بهبود بازیشون دانلود کردن به بدافزار آلوده شد. میگن آنونس هر فیلم بهترین تکه های اونو به بیننده نشون میده. این هفته اما یه نفر در شرکت سونی کل فیلم کلی قاتل رو به جای آنونسش در یوتیوب آپلود کرده. محققان دانشگاه هاروارد یک سوسک روبوتیک تولید کردن که میتونه روی آب و زمین راه بره و حتی شیرجه هم بزنه. میکروبات متحرک برای شکستن کشش سطحی آب از فشار برق برای فرو رفتن تو آب استفاده میکنه. ما پیش از این ربات شیرینکار دیزنی رو نشون داده بودیم. این ربات حالا بروز شده و یه بدن انسان نما هم داره. این ربات خودکار میتونه در هوا تنظیماتش رو تغییر بده تا با اطمینان این پرش‌های خطرناک رو بارها و بارها انجام بده. و در آخر دفعه بعد که در یک جزیره گیر کردین و دنبال کمک میگشتین یا میخواستین روی ماسه‌های پیام عاشقانه ثبت کنین، بد نیست از یه ربات کمک بگیرین. این ربات کوچیک ساخت ایوان میراندا میتونه مثل یک چاپگر ساحلی در شن و ماسه خط بکشه. البته خیلی نباید عجله داشته باشین. به نظر میاد که با فناوری خط دروازه، دستیار ویدئوی داور یا همون VAR که خیلی همونم از دستش کفری هستیم و همینطور EPTS، جام جهانی امسال یکی از پیشرفته ترین جام جهانی ها از لحاظ فناوری بوده. اما با این همه فناوری چقدر ذات و روح بازی ها نابود شده. ظاهرش نشون نمیده اما روبوکیپر میتونه ضربه های بهترین بازیکنان منچستر رو هم بگیره. دوتا دوربینش میتونن در هر ثانیه تا 90 عکس بگیرن. اگه توپ فوتبال با سرعت 100 کیلومتر در ساعت شوت بشه، روبوکیپر فقط 3 دهم ثانیه فرصت داره تا دفعش کنه. توی منچستر امکانات خیلی خوبی واسه فوتبال است. البته چون این انتظاری از شهرهایی که مهد فوتبال حرفه‌ای‌ان هم میره. اینجا زمین فوتبال سالفورد سیتیه، جایی که قراره آخرین دستاورد واقعیت مجازی رو آزمایش کنیم. ابتدا جمع‌آوری داده‌هاست به وسیله استاتسپورت که در جام جهانی با 8 تیم ملی فوتبال از جمله تیم انگلیس کار می‌کنند. با استفاده از یک رصد کننده ریتم تپش قلب و یک دستگاه مقدیاب جغرافیایی یا GPS که بین دو کتف قرار میگیره، کلی داده جمع‌آوری میشه. میهای پای سپورتس که پلتفرم واقعیت مجازی، با سرعتی شگفت‌انگیز داده‌های گردآوری شده از این حسگرها رو به واقعیت مجازی منتقل میکنه. اون موقعیتی رو که داشتی میدویدی روی این زمین واقعیت مجازی بازسازی کردیم. و همچنان که داریم به پیش میریم، اگه بتونیم اطلاعات GPS رو به طور زنده دریافت کنیم، خواهیم تونست اونا رو همزمان روی این پلتفرم بیاریم. در نتیجه از نظر تئوری، شما اگه یه نیمه بدوین، میتونین تاکتیک ها و موقعیت های بازیکنان رو به طور زنده بررسی کنین. توپ اونجاست، پاس میده، از این زاویه خیلی خوب میشه دید. Level 1. میهای پا تونسته در واقعیت مجازی تمرینات تحت فشار هم بسازه. لوسی استانیفورث کاپیتان تیم بانوان ساندرلند و به عنوان یکی از بهترین گلزنان لیگ امسال فوتبال زنان نامزد شده. واقع‌گرایی بازی خیلی دقیق بود. مدافعین خیلی نزدیکم بودن. فشار واقعی رو حس کردم. بهینه کردن مهارت‌های ریس که بعضی از اونها خارج از چارچوب بودن. حتی کار روی جنبه رقابتی بازی. همه خوب بود. پیشرفت چشمگیر دیگه اینه که میتونی خودت رو در هر موقعیتی از هر بازی قرار بدی. البته جایی که رحیم قرار داره با توجه به اینکه بازیکن سریعیه، به نظر موقع حمله برتری داره. فکر کنم مدافعین مجبورن خودشون رو تکون بدن و حمله رو دفع کنن. لوسی داره یک بازی واقعی رو که بین تیم منچستر سیتی و موناکو انجام شده تماشا میکنه. اون میتونه خودش رو در هر موقعیتی در زمین قرار بده. روی سکوها، روی سقف، یا حتی میتونه سرمربی بشه. درست حالا از اشتباهی که درباره محل قرار گرفتن یار عقب سمت چپ پیش اومد تصویر واضحی دارم. چون شما با اونا همسط هستین و به نظرم درک تصویری که اونا توی این موقعیت میدیدن خیلی ارزشمنده.
این اولین باره که همین این دمو دستگاه قابل حمل و نقل شدن. میتونی آنالیز بازی رو که روی یک کارت حافظه SD یا کول دیسک ذخیره شده بیاری و روی هدست بارگذاری کنی. بنابراین اگه شب قبلش توی هتل باشی میتونه تاکتیک های حریف رو از هر زاویه زمین بررسی کنی. اما برای بازی در مقابل دروازه‌بان مجازیشون باز هم مجبوری که با نسخه کابلدار کار کنی. واقعیت مجازی به ویژه در بازی‌هایی که تماس بدنی پیش میاد احتمال زخمی شدن رو منتفی میکنه. قابلیت کنترل بیشتری داره و مقدار خستگیش هم کمتره. فکر میکنم آخرین دستاورد فناوریه و ما هم واقعا خوشحالیم که در این پروژه سهم داریم. اگه شما فوتبالیست خوبی نیستید احتمالاً بیشتر از همه لارا درکتون میکنه. برای همین ما اونو به عنوان یکی از بدترین بازیکنان تیم کلیک فرستادیم یک سر و گوش یاب بده ببینه که چطور فناوری میتونه این ضعفش رو بپوشونه. اصلا آمادگی رفتن به زمین فوتبال رو ندارم. اولش باید یکم آموزش ببینم. خوشبختانه این پای روبوتیک رو پیدا کردم که قراره کمکمون کنه. اما میتونم ببینم که اولین مشکل چیه؟ ربات UR3 که اساساً برای کار در کارخونه ساخته شده بود، پا به کف شده و توپ میزنه. ایده اصلی اینه که اون میتونه حرکات انسان رو تکرار کنه و در نتیجه میشه این حرکات رو دوباره دید و ازشون یاد گرفت. یا اینکه میشه ضربات یه ستاره فوتبال از هر گوشه از دنیا رو کپی کرد و آموزش داد. اینا وسایلی هستن که آماده کردیم. یه کینکت که حرکات انسان رو دنبال میکنه و ربات که باید بتونه اونا رو بازسازی کنه. البته یه دروازه هم داریم و مطمئناً بدون داشتن یکی از اینا نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. به هر حال از نظر تئوری اینجوریه، اما اون زاویه پای منو درست تنظیم نکرد. حتی منم میدونم که قرار نیست با نوک پنجه توپ رو شوت کنی. ولی هنوز نیاز به راهنمایی انسان متخصص دارم تا درک کنم که از نظر اون ربات چه اشتباهات دیگه ای داشتم. اگر دقیق تر به پای روبوتیک نگاه کنیم متوجه میشیم که زانوش تو این قسمت خیلی قابل انعطافه و در واقع همه حرکات شما رو کپی میکرد. پس اولین مشکلی که داری اینه که وقتی داری به توپ ضربه میزنی باید قوس پات رو باز کنی. پند معلم رو به کار بستم و توپ در جای مناسب وارد دروازه شد. حالا میتونم بگم که حرفه‌ایم. حالا اومدم به یه زمین واقعی فوتبال. هرچند تو هر طرف فقط 5 تا بازیکن داریم. تیم کریک هم به من پیوستن. درباره وسایلمون چی فکر میکنین؟ خوبن نه؟ خب من به تمرین بیشتری نیاز دارم. اونا دارن به همون روش قدیمی به توپ ضربه میزنن. اما اینجا من فوتبال هوشمند دارم. تو کل عمرم تا به حال چنین کاری نکردم و میخواستم سرعتش رو بیشتر کنم. خیلی خوب. حالا ضربه با نوک پا. دریبل آپ تمرینات و آموزشی میده که مناسب توانایی هاتون باشه. بعد از اینکه توپ رو در محلش قرار بدین، اپ اونو اسکن میکنه و هر حرکت شما رو دنبال و ارزیابی میکنه. همش قرمز شده. فکر کنم دارم اشتباه میزنم. مطمئنم که این فوتبال نیست. تفریح جالبی بود، اما راستش مطمئن نیستم که واقعا مهارتی درست و حسابی رو تمرین کرده باشم. اپ خوب کار کرد، تماشاش دوست داشتنی بود، دستورالعمل‌های عالی داشت، اما فکر کنم اصولا من برای فوتبالیست شدن زاده نشدم. خب حالا حرکاتو یاد گرفتم یا شایدم نه، وقتشه که چند تا هم تاکتیک یاد بگیرم. لازمه که واقعا این بازی رو یاد بگیرم. این آموزش فوتبال در هولولنز مایکروسافت، سامانه‌ای برای آموزش مقررات از طریق ترکیب بازی با واقعیت. باید یه عالمه سوال و واژه رو کنترل کنی تا مطمئن بشن حواست جمع بود. اونجا یه متنی نوشته شده ولی من نمیتونم درست بخونمش. جاش خیلی مناسب نیست. سعی کردم با استفاده از همه اونچه که از پای روبوتیک، از فوتبال هوشمند و از هولولنز مایکروسافت یاد گرفتم، توپ رو شوت کنم. اما این تقصیر فناوری نیست که من کلن استعدادش رو ندارم. استیون اونجا رو نگاه کن. هیچ وقت اولین باری که بازی دوم رو دیدم یادم نمیره. جذابیتش این بود که چند نفر همزمان میتونستن روی یک شبکه با هم بازی کنن. یادم دیوانه شده بودیم. حالا با اضافه شدن واقعیت مجازی طور شده که کاملا حس میکنی خودتون وسطی. ولی به نظر میاد بازی جنگی واقعی چیز دیگه است.
این یکی از واقعی ترین بازیایی که میشه کرد. تفاوت این بازی با بازی کامپیوتر اینه که توی فضای واقعی که برای فیلم ساختن بازی میکنی. هر کی تیر بخوره میره یک دکمه رو میزنه که دوباره برگرده به بازی. توی چند تا اتاق تلویزیون گذاشتن که نتیجه ها رو روش نوشته. یک اپلیکیشن هم داره که اگه نخوای بیای جلوی این تلویزیون ها وضعیتت رو بهت نشون میده. هم هیجان انگیزه، هم نظر میاد که واقعا آدم رو خسته میکنه. اما علیرضا میخواد براتون از تجربه متفاوتی از جنگیدن بگه. این که تفنگ بدن دستت بری بازی بکنی یه چیزه، این که یه جایی باشه که فقط یه بوته باشه که بتونی پشتش قایم بشی یه چیز دیگه است. سال 2017 سال بتل رویال بود، زیر مجموعه ای از ژانر تیراندازی. موج بازی های بتل رویال با بازی بتل گراندز شرکت پلیر آنون راه افتاد، ولی نمایشگاه ایتری امسال کاملا در قبضه فورتنایت بود. فورتنایت الان پرطرفدارترین بازی دنیاست. توی نمایشگاه 50 تا آدم معروف با 50 تا گیمر توی یک استادیوم با هم مسابقه دادن. کل جایزه 3 میلیون دلار بود که میدادن به خیلیه. نهایتا یکی از این بچه معروفای عالم بازی به اسم نینجا برنده شد. یکی دیگه از اخبار مهم نمایشگاه عرضه فورتنایت روی نینتندو سویچ بود. ولی چرا بتل رویال انقدر گرفت؟ به نظر من بتل رویال به این خاطر گرفته که بهترین خواص بازی‌های آنلاین رو داره، ولی خیلی از مشکلاتشون رو نداره. مثلا لازم نیست هر روز هفته ساعت‌ها بازی کنی. خیلی‌ها اینقدر وقت آزاد ندارن. ضمن اینکه با آدمای ناجوری که اومدن توی فضای بازی تا بقیه رو اذیت کنن بر نمی‌خوری. ولی توی بازی‌های بتل رویال این کار به ضررشونه. چون اگه کسی بیاد جلوی شما قاعدتاً می‌زنی می‌کشیش و از بازی می‌افته بیرون. طبیعتاً چون بازی بتل رویال طرفدار پیدا کرده، اینجور بازی ها هم زیاد شد. ظاهراً فورتنایت فقط تو ماه آوریل حدود 300 میلیون دلار از فروش چیزهای اضافی توی بازی درآمد داشته. 300 میلیون دلار. ملت کلی پول میدن که به ظاهر شخصیت توی بازی برسن یا براش کلاهای عجیب غریب بخرن. پدیده عجیبیه. توی هیچ بازی دیگه ای از این خبرها نیست. همه کسایی که توی این حوزه فعالن چشمشون به فورتنایته که ببینن چه جوری میتونن ازش الگو بردارن. وقتی بازی به مهمی و معروفی کال آف دیوتی بازی تک نفره رو میذارن کنار میان سراغ بتل رویال، یعنی مدل بازی خیلی مهم شده. عجیب نیست که همه افتادن دنبال این جور بازی‌ها. بله درست شنیدید، کال آف دیوتی بلک آپس 4. در نسخه جدید حالت تک نفر گذاشته کنار رو رفته سراغ هر کی آخر زنده مون. فقط مسئله اینه که خیلی ها دوست ندارن آنلاین با آدم های دیگه بازی کنن. این همه طرفدار کال آف دیوتی که عشق بازی های تک نفرن باید چی کار کنن؟ تلاش ما در این بازی اینه که یه روایت رو به شکل‌های مختلف تعریف کنیم. مثلا اگر نمونه زامبی‌ها رو نگاه کنین که قراره از اول این بازی ارائه بشه، بزرگترین کار زامبیه که ما تا حالا ارائه کردیم. تعداد زیادی شخصیت جدید و یه خط داستان کاملا جدید هم داریم. ضمن اینکه بازی یه حالت بلک آوت داره که از خیلی جهات شبیه مجموعه بلک اپسه. مثلا از این جهت که کسی که بازی میکنه میتونه داستان رو اونجور که میخواد خلق کنه. تصور من اینه که چنین چیزی برای همه جذابه، از کسی که تفننی بازی میکنه تا کسی که شب و روزش بازیه. یه وقتا این بازی ها رو نگاه میکنی و میگی دیگه انگار هیچ کس نمیخواد کار جدید و نوعی انجام بده، ولی بازی Mavericks Proving Grounds که قرار سال دیگه به بازار بیاد ظاهراً با همه این بازی ها فرق داره. بازی های بتل رویال که الان توی بازارن به نوعی گام اولن در مسیر بازی هایی که با تعداد بازیکن خیلی زیاد انجام میشه، ولی ما در مبریک داریم یک قدم در عمق پیش میریم. یعنی تأثیر شمایی که بازی میکنی روی محیطت به مراتب بیشتر از بازی های فعلیه. نقش استراتژی به مراتب بیشتره، چون شما اطلاعاتی که نتیجه حرکات بازیکن های دیگه است میبینی. خلاصه به مراتب پیچیده تر و عمیق تره. تو هر بازی تا 1000 نفر میتونن همزمان بازی کنن. هر بازیکن میتونه حریفا رو از روی ردپا یا نشونه‌های دیگه‌ای که توی محیط بازی باقی میذارن پیدا کنه.
از چیزایی که تعریف میکنن انگار بازی مبریک موجی رو که سر بازی های بتل رویال را افتاده حتی جذابتر از قبل میکنه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسه @persianclick. همراهیتون تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.